در مورد بیشتر گفتگو میکنیم کنیم با آقای سیحون کامگار رئیس اطلاعات و رابط عامه وزارت مادن و پترولیم سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه سلام و سپاسگزار از شما سلام تقدیم بنده های عزیز برنامه ممنون از شما ممنون. آقای کامگار بارها ما شکایت از نادهایی که در بخش مادن در افغانستان کار میکنن داشتیم اینکه ما قانون مادن افغانستان هنوز هم با وجود که اصلاحات به میان آمده تعدیل صورت گرفت بازنگری صورت گرفت قانون نیست که بتانند نیازمندی های کسان را که در بخش مادن کار میکنن برابرده بسازه و همچنان فرصت های سرمایه گذاری را بیشتر فراهم بکنه من میخوام از شما پرسم که مشوره ها را شما در قسمت بازنگری قانون مادن از نادهای مختلف هم داشتین؟ سپس شما ما قانون مادن را که من فعلا با خودم دارم بله. اگر در موردی صحبت بکنیم که قانون جامی هست کامل هست مطابقان چی دیدبان شفافیت افغانستان میگه که نه کامل نیست اگر این صحبت بکنیم اول بریم به بر اساس اجندای حقوقی ما که ما قانون معادن بر اساس چه مبنای ساختیم وقتی ما قانون می میسازیم بر مبنای ماده نهم قانون اساسی و بعدش هم میریم برای که بتانیم خواسته ها را بیشتر تامین کرده باشیم بر اساس منافع واقعی مردم افغانستان و منافع بیشتر شرکای کاری در بخش معادن کار کرده باشیم ما میمیره تعدیل میکنیم برای بله. یک بحث جامعیت قانون شما ببینید تنها وزارت مادن پترولی هم در ساخت این قانون در تعدیلش دست نداشته جامعه مدنی دست داشته بخشایی که شرکای زیده اخلا ما بوده ما برای اونها فرستادیم تا نظریات اونها رو توحید کرده در این قانون گنجانی باشیم این بحث یک سمت قضیه است ولی ای که واقعا میتونه خواسته را تامین بکنه یا نکنه بتونه شفافیت ایجاد بکنه یا نکنه در این عرصه اگر ما بیایم به پیچون ما میخوام به صراحت بگویم که در قانون سابقه بیشتر تصمیم گیری ها به شکل غیر متمرکز ببخشید متمرکز بود ولی حالا ما تصمیم گیرها را جدا ساختیم در ماده هشتم قانون معادن به صراحت تعریف میکنه تصمیم گیری ها بیشتر برای کمیته تکنیکی که در بخش معادن ساخته شده او باید فعالیت اجرا بکنه این کمیته در سی بخش می کار میکنه بخش مالی بخش حقوقی و بخش تکنیکی و مدنی قبل این تصمیم گیری ها از طریق بله. کمیته بین الدول صورت خارجه صورت شفافیت هم روی همین تصمیم گیری هاست. بله. گفتنی از اونایی است که در قانون مادن بیشتر تصمیم گیری ها در بخش مادن سیاسی بوده و همین کمیته شما بیشتر میگن که سیاسی بوده که تصمیم در بخش مادن افغانستان میگیره. ببینید این کمیته قبلا کمیته بین بود. هر وزارت نماینده خود را معرفی کرده و ولی کسی که تکنیکی باشه نبود مشکلات خود را داشت ولی بله. کمیته جدیدی که ساخته میشه اینا متخصصین ملی و بین المللی استخدام میشن که اینها بحث مداخلات سیاسی را کاملا دست داشته خود قانون مادن کوتا ساخته در قانون مادن, مادن مادی 13 هم با صراحت فقره 4 میگه اشخاص با نفوذ سیاسی حق مداخله در بخش کاری را ندارن یعنی از فعالیت های مدنکاری کاملا مداخله اونها برطرف شده همین که, که کمیته شما ایجاد شده تا کنون کار روی کمیته جریان داره کمیته در حال جد... جل... ج... اجرا گذاشتن است کمیته ایجاد میشه و ما اطمینان داریم با ایجاد کمیته میتونیم همه مشکلات بله آقای کامگار چقدر مدت میشه که قانون جدید مادن افغانستان در جریده رسمی به نشر رسیده و از آن زمان تا کنون شما چقدر فرصت داشتین باید این کمیته ایجاد میشه چون ما نیاز داریم در بخش مادن افغانستان تصمیم گرفته شوه و گزار شوه بخش خصوصی و ما شاید سرمایه گذاری در مادن افغانستان باشیم حدود اواخر سال 1397 قانون جدید به تصویب میرسد توصی میشه تا فعلا کار روی بخشایی که داری قانون دخیل است به خصوص مقرری معدن که در جندای حقوقی ممیت تذکر میبه بعد از اینکه قانون معدن می تعدیل میشه و جدید میشه مقرری معدن است که سهم را مشخص میکنه فعالیت ها را مشخص میکنه کار از آخر مشخص آخر سال 97 تا کنون شما لاقل نتونسن یک کمیته ایجاد بکنه شما ببینین وقتی ما بحث کمیته مطرح میکنیم اینجا کارهای دیگه است که باید اجرا شود در بخش حقوقی اجندای حقوقی می ها را تعریف میکنه. این فعالیت تا باید بعد از اینکه مقرری مدنکوری ساخته میشه اینجا ما طرز را داریم باید ساخته شود و این طرز عمل ها میتونه کمیتر تکمیل بکنه فکر نمیکنین که ما وقت زیاد در بخش طرح راهکارها برنامه ها این چنین کمیته های صرف کردیم در بخش مدن افغانستان لاقل مردم نیاز دارند در این 18 سال که گذشته اکنون مردم میخوان شاهد تغییرات در بخش مدن افغانستان باشه هنوزم شما از طرح برنامه صحبت میکنین شاید رهبری دیگر بیاید با همین طرح برنامه بیدونست. بالاخره چیز کار صورت میگیره ببینن وزارت مادن پترولیم در شرایط جاری مطابق نقشه ای راهی که با خود داره مطابق آنچه ماده 14 هم قانون مادن تعریف میکنه ما باید به سمت بیشتر شکلیات کاری اجرایی ما را از تصدیه های دولتی که فعلا اجرات میکنه ببریم به سمت بله. تصدیه ببریم به سمت شرکت های دولتی این کار ماست ماده 14 هم برای ما این مسئولیت ها گذاشته که باید اجرا بکنیم بریم وزارت مادن باز چیکار میکنه وزارت مادن یک وزارت پالیسی ساز است یک نهاد پلیسی ساز باید این کارها رو انجام بده اجندای حقوق در این 18 سال شد. ما پالیسی بدون شک پالیسی ساخته شد پس چرا کارگار مطابق... نبوده چرا نبوده شما آیا میتونین با موتر 50 سال قبل امروز در جاده ها حرکت بکنید؟ که نمیتونین در این 18 سال یعنی ما در باشتم. 18 سال پالیسی هایی داشتیم و پالیسی مطابق مودی که در سال 2019 و 2020 باشه باید ما بروزش بکنیم باید اگر دیگه میگه که در جریان چند تا مشخص من میخوام مشخصا این بگم. بله، خیلی کوتاه. در ساحه به مقیاس کوچک مطابق بله. ماده 29 قانون معادن ما بله. 137 بله. ماد... ساحه مواد ساختمانی رو به اعلان گذاشتیم. 37 ساحه ازی به قرارداد رفته. بله. در بحث احجار تزئینی ما همچنان ما در مدنکاری به مقیاس کوچک 15 ساحه را به اعلان گذاشتیم. از 15 ساحه 10 ساحه بله. ازی کاملا قرارداد شده. در معادن بزرگ میخوام معلومات بدم ما بله. دو پروژه را نهایی ساختیم به میره به قرارداد. بله. پنج پروژه دیگر در حال